خوش اومدید به جلسه 14 آموزش تحلیل تکنیکال. امیدوارم که تا الان معاملات دموتون با موفقیت پیش رفته باشه و من توی جلسه پیش بهتون گفتم، آخر جلسه پیش گفتم که معاملات دمو ازتون میخوام، زیاد میخوام انجام بدید و گفتم که 50 تا 100 تا معامله انجام بدید. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه چشممون عادت کنه به نمودار، چشممون عادت کنه به اندیکاتور، بدونیم محدودهای پایستگی پشتیبانی رو درست بکنیم، اول محدودها رو درست بکنیم، اندیکاتورها رو بذاریم، از ابزارها استفاده کنیم، الگوها رو پیدا بکنیم، همزمان همه اینها رو بتونیم تجزیه تحلیل بکنیم و خیلی عملی به معامله درجه یک داشته باشیم، تحلیل خوب معامله درجه یک. خب این معامله میکنیم 50 تا 100 تا، از کجا میتونیم خودمون رو ارزیابی بکنیم، خودمون رو ارزشیابی بکنیم توی کیفیت تحلیل و کیفیت معاملاتمون؟ ما باید یک دفتری داشته باشیم به اسم دفتر ترید، دفتر معاملات روزانه، دفتر مثل دفتر معین هست که ما تراکنش های بانکیمون رو، خرجامون رو، دخلمون رو داخلش ثبت میکنیم. حالا یه دفتری هم باید داشته باشیم به نام دفتر معاملات روزانه، دفتر ترید روزانه. و این دفتر رو ما البته براتون آماده کردیم، لینک های تهیهش رو میذاریم پایین این ویدیو براتون. این دفتر رو تهیه بکنید و معاملات دموتون رو داخل ثبت بکنید تا بتونید بعدن خودتون ارزیابی بکنید. خوبیش چیه؟ مثلا معامله رو ثبت می‌کنید، می‌نویسید که با استفاده از تکنیک‌های خب پایستگی پشتیبانی که ما همیشه داریم، اینو همیشه داریم، روند رو همیشه داریم. حالا می‌تونیم بقیه‌اش رو بنویسیم. مثلا نام استراتژی فرض بکنید پارابولیکسار، نام استراتژی مثلا بولینگر باند. می‌نویسید و بعد معاملتون رو می‌نویسید، طرف خرید، طرف فروش، بقیه شرایطش رو لحاظ می‌کنید، می‌نویسید درصد سود، همه رو مشخص می‌کنید. آخر این دوره شما دموها رو که دیگه انجام دادید می‌فهمید که با کدوم یکی از اینها، با کدوم یکی از این ابزارهای سود گرفتن شما سود بیشتری کسب کردید و با استفاده از اون بیشتر میتونید معامله بکنید. بعد از اون یه مدتی معامله دمو باز انجام میدیم و بعد معاملات ریلمون رو شروع میکنیم، معاملات واقعیمون رو شروع میکنیم. خاصیتش اینه، بهتون گفتم این دوره قراره خیلی عملی باشه، یعنی من خیلی از چیزهای تئوری که پیشتر گفته بودم رو گذاشتم کنار، گفتم تئوری رو اگه کسی علاقه مند باشه میتونه اون دوره پیشین ما رو ببینه یا در موردش تو اینترنت تحقیق بکنه. بذارید عملی بریم جلو و دوره داره عملی کارش رو پیش میبره. بریم سراغ جلسه 14 دوره تحلیل تکنیکال. اسپانسر این قسمت از آموزش ما اینوستلو. اینوستلو یک کارگزاری فارکسیه که خیلی برای ایرانی ها مناسبه و خدمات منحصر به فردی رو هم برای ایرانی ها ارائه میده. اینوستلو یه سایت کاملا فارسی داره و دسترسی بهش بسیار راحته و کاربران راحت میتونن با وبسایتش کار بکنن. امکان واریز و برداشت به صورت تتر و بسیار راحت رو برای کاربران فراهم کرده و خیلی سریع شما میتونید واریز و برداشتتون رو انجام بدید. همچنین اینوستلو امکان کپی تریدینگ رو هم داره که اگر شما یک تریدر حرفه‌ای هستید یا در آینده یک تریدر حرفه‌ای میشید، بتونید ترید هاتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و بقیه ترید های شما رو کپی بکنن و در نتیجه شما میتونید همین الان هم از خدمات تریدرهای دیگه استفاده بکنید و ترید های اونا رو برای خودتون کپی بکنید، که البته امکان بسیار خوبی هم هست. پشتیبانی بسیار خوبی داره اینوستلو. پشتیبانیشون سری، فارسی و 24 ساعت است و فکر نمی‌کنم هرگز شما با اینوستلو به خاطر این پشتیبانی خوبش به مشکل بر بخورید. اینوستلو یه ویژگی دیگه هم داره و اون اینه که مشکلی که خیلی از کارگزاری‌های دیگه توی ثبت سفارش دارن یا مشکلاتی که در حین معامله برای کاربران به وجود میاد توی اینوستلو به وجود نمیاد و شما میتونید با خیال راحت معاملاتتون رو انجام بدید و مدیریت بکنید. پشتیبانی از رمزارزهای اصلی بازار ارز دیجیتال یکی از ویژگی‌های خیلی خوب اینوستلو. عزیزانی که علاقه‌مندن که توی این حوزه هم فعالیت بکنن میتونن خیلی راحت از طریق همین کارگزاری این کارو انجام بدن و طبعاً اینوستلو یک کارگزاری فارکسیه که از همه جفت ارزهای بازار فارکس پشتیبانی میکنه و راحت میتونین با استفاده از اون همه جفت ارزهای مورد نظرتون رو معامله بکنید. خلاصه یه جای خیلی خوبه که تریدرها، اونایی که میخوان توی بازار فارکس یا حتی ارز دیجیتال کار بکنن، به راحتی تریدشون انجام بدن و خیلی حرفه‌ای این کار رو دنبال بکنن. ممنونیم از اسپانسر خوب این قسمت از آموزش هامون، اینوستلو. خب اندیکاتورهای اوسیلاتور که گفتیم توی پایین توی یک پنجره جدا بهمون نشون داده میشن، حالا اینجور نامگذاریش کردیم، اوسیلاتور نوسانگر هستن، یعنی نشانگرهای نوسانگر هستن و اینها خیلی مفیدن. خودشون که سیگنال بهت میدن، واگرایی و همگراییشون مهمه، بهمون نشون میده که روند کجا قراره عوض بشه و
خیلی جزئیات دیگه ای رو مثلا شدت و ضعف ها رو بهمون نشون میدن بعضیاشون، خیلی چیزای زیادی بهمون نشون، یعنی فقط آش و حلیم نمیگیرن که سر صبح بخوریم دیگه، یعنی همه چیز رو برامون مهیا میکنن. واقعا چیز خوبیه. اینم بهتون میگم خیلی اصلا تعصب دارن، میگن به هیچ وجه ما از اندیکاتور استفاده نمیکنیم، فقط مثلا RTM، فقط مثلا پرایس اکشن. اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. اندیکاتورها هم ابزارن و میتونن خیلی مفید باشن، کما اینکه داریم میبینیم دیگه. من خیلی از دوستامو دیدم، یکی از دوستام تونست 2000 دلارش رو بکنه 6000 دلار فقط با یه اندیکاتور، که فکر کنم تو همین جلسه میگیمش، نه تو جلسه بعدی احتمالاً میگیم، فقط با یه اندیکاتور. البته که این وسط تعداد معاملاتش خیلی زیاد بود، اگرچه که خیلی هم ضرر داد، ولی برایندش برایند خیلی خوبی بود. شاید اگر تکنیکای بهتری رو مثل پرایس اکشن و حرفه‌ای بلد بود، به جایی که مثلا با 300 تا معامله با 200 تا معامله 2000 دلار بکنه 6000 دلار، اون موقع مثلا با 100 تا معامله میکرد، با 50 تا معامله میکرد. ولی میخوام بگم که اندیکاتورها هم خوبن. خب برای تشخیص همگرایی و واگرایی از اندیکاتورهای اوسیلاتور یا از نشانگرهای نوسان نما یا نوسانگر استفاده میکنیم. یکی از اونها مومنتومه. مومنتوم هم جزء این اندیکاتورهای پیشرو نسبتاً محسوب میشه و اندیکاتور خوبیه، خیلی هم میشه باش کار کرد. نحوه اوردنش هم ببینیم مثل بقیه نشانگرهاست، روی متاتریدر هم به همین صورت. نقطه ورود به معاملش هم خیلی ساده است، یه خط صفر ما میکشیم، اگه خط صفر رو رد کرد به سمت بالا وارد معامله طرف خرید میشیم، اگه خط صفر رو رد کرد به سمت پایین وارد معامله طرف فروش میشیم. تا کجا معامله میکنیم دیگه این اندیکاتور اونو بهمون نمیگه، تا کجاشو خیلی نمیتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم، از خود نمودار میتونیم استفاده بکنیم و بهره بگیریم. بریم سراغ متاتریدر. اول روی متاتریدر ببینیم، توی لیست اندیکاتورامون این پایین نوشته مومنتوم، روش دبل کلیک میکنیم، صفحه مومنتوم رو به ما نشون میده. خب مومنتوم میبینیم که داره نوسان میکنه، توی متاتریدر 4 هستیم و یه خطی رو باید این میانه در نظر بگیریم، خط میانه رو از اون بالا میاریم و اینجا میکشیم، به صورت تقریبی میبینیم که وسطه. اینجا هم نگاه کنید، اومده مومنتوم به سمت بالا قطع کرده، میتونیم وارد معامله لانگ بشیم. شرایط نسبتاً خوبیه، با یه تایید دیگه قشنگ معاملمون رو باز میکنیم. تا کجا؟ تا جایی که ضعف در روند بگیریم، چون دیگه اینجا به ما چیزی نمیگه. یا دوباره اینجا که اومده پایین، نگاه کنید نظیر به نظیرش که بیایم پایین، اینجا اومده پایین، معامله شورت، سودش کمه ولی بد نیست. اگه که تو روند باشیم، همیشه تو روند بهشته دیگه. آقا روند بهشته. اینجا وارد معامله میشیم شورت، تا کجا؟ تا جایی که ضعف در روند ببینیم، یا اگر تو روند باشیم تا جایی که خط بیاد و نقطه صفرمون رو قطع بکنه، نقطه صفرمون رو قطع بکنه. اینجا البته صفر رو ننوشه، 99 تا 100، ولی خط میانیه دیگه. به این صورت خیلی ساده. روی تریدینگ ویو هم ببینیم مومنتوم، یه مومنتوم استراتژی هم هست، من اونم براتون میارم. مومنتوم استراتژی مثل استراتژی‌های بازار فارکسه که اون پایین بهمون ساجست میکنه، میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی بعدا بهتون یاد میدم به چه صورت از این استراتژی استفاده بکنیم. ولی مومنتوم اینجاست و میبینیم که خط صفرش هم مشخصه. بذارید من ببینم، یه خط افقی برمیدارم، روی نقطه صفرش میذارم و میکشم. هر جا که اینو قطع بکنه وارد معامله میشیم و خریدمون رو انجام میدیم به همین سادگی. و روند برامون خیلی مهمه، سیگنال گرفتن هم ازش خیلی ساده است. اندیکاتور بعدیمون اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، RSI Relative Strength Index، شاخص قدرت نسبی. بهمون قدرت نسبی بازار رو نشون میده. بسیار اندیکاتور جذابیه. یارمش از توی متا تریدر. مومنتوم رو نگه میدارم چون باشه مقداری کار داریم. RSI رو میارم. RSI مون هم پیش فرض روی 14. 14 خوبه، میتونین تغییرش بدین. خب RSI هم میبینیم که دوتا خط داره بالا و پایین. بذارید الان رنگش آبیه. حتی دوتا خط رو من برش گذاشتم. بذارید روی خود خطش باید کلیک بکنم. یکم سخته ولی بالاخره موفق شدیم. بذارید رنگش رو بکنیم مثلا چه میدونم نارنجی. بنفش. کلوفتش کنیم. معلوم باشه. خب RSI چی به ما میگه؟ RSI میگه که آقا جان وقتی که اندیکاتور RSI، من مومنتوم رو کوچیک میکنم، فعلا کاریش نداریم، میگه وقتی که از پایین این خط C وارد خط C میشه، ما وارد معامله طرف خرید میشیم. تا کجا؟ تا جایی که این از بالای خط 70 وارد
خط 70 بشه که میتونیم معامله طرف فروش باز بکنیم. آیا خطا داره؟ بله، مثل هر اندیکاتور دیگه این هم خطا داره و این شیوه معاملش اینجوریه. RSI رو نگاه بکنید، شدت و ضعف این نمودار رو میاد به قدرت بهتر این پایین بهمون نشون میده. از لحاظ بصری هم اگر توی تریدینگ ویو بریم، من میزنم RSI Predictive Strength Index که استوکاستیک RSI هست، فعلا کاریش نداره. نگاه بکنید، یه خط زرد هم داره، میتونیم نقطه تلاقیش با خط زرد رو هم اینجا در نظر بگیریم برای سیگنال خرید گرفتن که الان از سی رد کرده، خط زردم رد کرده، ولی اینجا که خط رسید دور به خط زرد ما معاملمون رو میبندیم. اگه هم یه نگاه بندازیم میبینیم که با مومنتوم تقریبا یکی، مومنتوم مثلا از اینجا سیگنال به ما داده، RSI یکم قبل‌تر سیگنال داده. خب نگاه بکنیم، RSI خیلی جا به ما سیگنال نمیده، مثلا اینجا هم سیگنال فروش داده ولی چون روند افزایشی اصلا ما نگاه به سیگنال فروشش هم نمی کنیم. به ویژه وقتی که میره بالای خط، RSI وقتی که میره محدوده بالای خط 70، منظور چیه؟ منظور اینه که رسیده به محدوده، بذارید من مومنتوم رو ببندم شلوغ نشه، یعنی رسیده به محدوده اشباع خرید، یعنی خرید اینجا اشباع شده و هر لحظه احتمال پایان یافتن روند یا کاهش روند، کاهش قیمت وجود داره. خیلی محدوده مهمیه از این بابت. پس بالا اشباع خرید یعنی یه خرید اشباع شد، دیگه وقت فروش داره نزدیک میشه. یا اینجا نگاه کنید، وقتی میاد پایین اشباع فروشه، یعنی دیگه فروش خیلی زیاد شده و دیگه وقت خریده، کم کم نمودار داره از اون فرمتش خارج میشه، یعنی قدرت رو اینجوری بهمون نشون میده. اینم منطقه اشباع خرید و اشباع فروش RSI که اینجا هم روی اسلاید هامون داریم میبینیم. خیلی دوتا اندیکاتور ساده و کارایی هن، خیلی کاراین و حتما ازشون استفاده بکنید، حتما باشون سیگنال بگیرید. به نظرم به عنوان اندیکاتور کمکی خیلی اندیکاتور خوبی هن. کمکی خیلی اندیکاتور خوبی هست و ازشون استفاده بکنید حتما توی معاملات دموتون. و با این توضیح میرسیم به پایان جلسه 14 و آماده میشیم برای جلسه 15 که در مورد اندیکاتورها هنوز داریم با هم حرف میزنیم. در مورد اندیکاتورها زیاد صحبت میکنیم، اندیکاتورهای مختلفی رو میخوایم صحبت بکنیم، همه رو میخوایم، همه مهم‌ها رو بهتون یاد میدیم. علاوه بر اون اگر اندیکاتورهای جدیدی باشه که تازه کد نویسی شده باشه بهتون معرفی میکنیم. خلاصه که فولتون میکنیم، تجهیزتون میکنیم، آمادتون میکنیم، میفرستیمتون تو میدون. دوستتون دارم، تا جلسه بعدی که آماده تر بشیم برای رفتن به میدون نبرد، خدا نگهدار.